زنی که وقتی به هوش میاد همه خاطراتش رو از یاد برده و میفهمه توی دنیا اتفاقای عجیبی افتاده. گلاسیا سلام، اولا که از حمایتاتون ممنونم، داریم 7000 تایی میشیم و این بدون شما امکان پذیر نبود. دوما که ازتون میخوام حتما ویدیو رو لایک کنید، اگه لایک نکنید با یه ویو 6000 تایی و 100 تا لایک باعث میشه ویدیو من اصلا دیده نشه و از الگوریتم بره بیرون. خیلی ممنون میشم این کارو انجام بدید. و سوما اینه که توی کانال زاپاس جوین بشید که اگر 100 تا سال دیگه مشکلی برای کانال پیش اومد حتما توی اون باشید. گلاسیا مووی بک لینکش هم توی دیسکریپشن گذاشتم، توی کامنت ها هم پین میکنم. امروز میخوایم با هم فیلم وایت بیر یا خرس سفید رو ببینیم که یکی از قسمت های سریال بلک میرور فصل دوم قسمت دوم. خیلی داستان جالبی داره و خوب سورپرایزتون میکنه. همونطوری که میدونید بلک میرور هر قسمتش یه فیلم کاملا جداگانه محسوب میشه و اصلا ربطی به هم ندارن. همه قسمتاش دارک و فلسفی ان و خیلی میشه در موردشون صحبت کرد. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه سری تصویر مبهم همراه یه علامت عجیب میبینیم. شخصیت اصلیمون یعنی ویکتوریا چشماشو باز میکنه. روی صندلی یه تلویزیون روبروش همون علامت توی خوابش رو نشون میده. جلوش هم یه سری دارو رو زمین ریخته. ویکتوریا انگار چیزی به یاد نمیاره و بعد خاموش کردن تلویزیون میره طبقه پایین. بیرون خونه هم کسی نیست و شهر یه حالت آخر از زمانی به خودش گرفته. دختر که خیلی ترسیده یه لیوان آب میخوره و نگاهش به تقویم میفته که روزهای قبلی روش علامت زده شدن. عکسی از خودش کنار مرد و بچه‌ایه که باعث میشن خاطره ای از بازی کردن این بچه تو سرش بیاد. میفهمه عکس دختر خودشه. با سردرگمی از خونه خارج میشه و نگاهی به چند تا آدم میندازه که از پشت پنجره دارن نگاهش میکنن. همه هم گوشی دارن و ازش دارن فیلم میگیرن. رفتار مردم خیلی عجیب شده و به درخواست کمک این زن اصلا جوابی نمیدن. هرچی جلوتر میره تعداد آدم ها بیشتر و متوجه ماشینی میشه که نزدیکش وایستاده. مردی با یه ماسک عجیب از همونجا پیاده میشه. علامت تلویزیون هم روی ماسکشه. با آرومی اسلحه برمیداره و سمت ویکتوریا میاد. دختر وحشت زده پا به فرار میذاره و آدم های گوشی به دست هم پشت شکارچی راه میافتن. بالاخره ویکتوریا به پمپ بنزینی میرسه که یه دختر عادی داره ماشینشو پر میکنه. اسم دختر جمه و با دیدن این صحنه داد میزنه که دوستاش بیان تا در برن. ویکتوریا هم کنارش با شلیک اسلحه شکارچی مجبور میشن به داخل مغازه پمپ بنزین برن که روس جمم اونجاست. شکارچی و آدم های عجیب هم بیرون وایستادن و شکارچی شروع میکنه به کوبیدن شیشه تا بازش کنه. ویکتوریا وحشت زده است، اما جم و دوستش با شرایط بیشتر آشنایی دارن. برای همینم هم جم میره تا یک کپسول آتشنشانی برداره و در پشتی رو باز کنه و دوستش هم با ویکتوریا آماده مقابله با شکارچی هم. کسی که تا میاد داخل با دوست جم درگیر میشه. جم در رو میشکنه و با ویکتوریا میرن بیرون. وقتی پناه میگیرن چند لحظه بعد دوستش که تیر خورده بیرون میاد و میفته زمین. شکارچی هم میاد سمتش و کارشو تموم میکنه در حالی که آدم های دیگه هم فقط این صحنه فیلم میگیرن. ویکتوریا با نگاه به علامت روی ماسک شکارچی باز سرش درد میگیره و خاطره به یاد میاره که همراه شوهرش و بچهش توی ماشینن. بعد چند لحظه از اونجا فرار میکنن و حالا ماشین دیگه جلوشون میپیچه. دوتا آدم ماسکدار پیاده میشن که سلاح دستشونه. این دوتا هم مثل شکارچی قبلی اومدن دنبال اینا. ویکتوریا و جم با آپارتمانی همون نزدیک فرار میکنن و جم تاکید میکنه نزدیک پنجره ها نرو وگرنه آدم ها که اسمشون تماشاچیه عکستو میگیرن و لو میریم. حالا که شرایط کم آرومه ویکتوریا میزنه زیر گریه و بالاخره میگه که هیچی به یاد نمیاره. عکس دخترش هم نشون میده. جم بالاخره باور میکنه که حرفاش دروغ نیستن و شروع میکنه به توضیح قضیه. اول متوجه زخم روی دستای ویکتوریا میشه و میگه احتمالاً میخواستی کار خودتو تموم کنی و برای همینم به ذهنت آسیب رسیده. ویکتوریا هم یاد داروهایی که جلوش بودن میفته و تایید میکنه. جم ادامه میده خیلی خواستم مثل تو هم شکاری کنن. یه مدت پیش یه سری سیگنال و تصویر عجیب از همه گوشی‌ها و تلویزیون‌ها پخش شد. اکثر مردم بعد دیدنشون مثل آدم‌های تسخیر شده رفتار کردن و فقط با برداشتن گوشیشون از همه چیز دارن فیلم میگیرن. یه سری هم سیگنال روشون تاثیر نذاشت و از بین اونا اکثرا شکارچی شدن. یه سریشون هم مثل من و تو فراری. شکارچی ها دنبال فراری هان تا بقیه مردم ازشون فیلم بگیرن و توی اینترنت معروف شن. نقشه به ویکتوریا نشون میده و میگه که سیگنالی که آدم ها رو دیوونه کرد از این محل پخش میشده. آخرین پخش کنندش اینجاست و اگه اونو نابود کنیم ممکنه آدم ها خوب بشن. اسم محلش هم محله وایت بیر یا خرس سفیده. شنیدن این کلمه ذهن ویکتوریا رو به هم میریزه. یاد خاطره میفته که در حال فیلم گرفتن از دخترشه. حالا خیلی عصبانی شده و وقتی آدم ها رو با گوشی بیرون خونه میبینه با وحشیگری می دو طرفشون. گوشه یکی رو میزنه زمین و اونا در میرن. جم میگه گوشی رو نگاه نکن وگرنه تو هم تسخیر میشی. ویکتوریا برش میداره و با دیدن همون علامت مشخص دوباره خاطره ای تو سرش میاد. همراه دختر و همسرش توی ماشینن و دارن تو جاده میرن.
از خاطره بیرون میاد. شکارچی ها پیداشون میکنن و دوباره پا به فرار میزنن. ماشین جلوشون وامیسته و راننده داد میزنه سری سوار شید. اول مرددن، اما چون راه دیگه ای نیست میشینن داخل. راننده که خودشو بکسر معرفی میکنه، قیافه آشنایی برای ویکتوریا داره اما یادش نمیاد کجا اونو دیده. جم میگه مقصدشون کجاست و بکسر قبول میکنه برسونتشون، اما چون جاده اصلی بسته است میگه از راه میانبری باید بریم، یه جای امنم میشناسم که میتونیم اونجا استراحت کنیم. ویکتوریا یو مثل پیشگوها میگه آره جای امنی هم که میگه وسط جنگله، ما هم قراره بیایم اونجا و غذا بخوریم، یه مدت هم جامون امنه. بکسر و جم با تعجب بهش نگاه میکنن و راننده تایید میکنه که برنامهش همین بوده و خیلی متعجب شده. میرسن و موقع استراحت بکسر متوجه عکس دختر ویکتوریا میشه، در موردش سوال میکنه، اما ویکتوریا اصلا یادش نمیاد که بچه الان کجاست و چی شده. بعدم تعریف میکنه که خاطراتش پاک شدن و بکسر میگه پس تو هم مشکل روانی داری، اینم میشه نقطه ضعف تو. با نگاه به جم میگه تو نقطه ضعف چیه و دختر جوابی نمیده. بکسر با خنده میگه همه شما نقطه ضعف دارید و برای همینم شکارچی‌ها خیلی راحت میتونن بگیرنتون. دخترو بهشون برخورد و همین لحظه بکسر با اسلحه یا پشت ماشین میاد. هر دوشون رو پشت هم قرار میده و با گذاشتن ماسکی روی سر ویکتوریا با اسلحه روی کمرش میگه راه بیفتید. بعد مدتی به منطقه وحشتناک میرسن، جایی که آدم‌های عادی به شکل‌های وحشیانه مورد آزار قرار گرفتن. جنازه‌ها از درخت و سنگ‌ها آویزونن. با زنگ خوردن تلفن بکستر حواسش به صحبت و جم یواشکی از کنارش فرار میکنه. وقتی مرد متوجه میشه دیره و برای همینم حواسش رو جمع میکنه تا کار ویکتوریا رو انجام بده. آدم های تماشاچی هم با گوشی هاشون سر رسیدن و از همه طرف فیلم میگیرن. به اجبار مرد ویکتوریا روی درختی میشینه تا بکستر با درل جونش رو بگیره، اما یه رفعه جم سر میرسه. اسلحه رو سمت بکسر گرفت و با شلیکی بالاخره لبخند میزنه. ویکتوریا میگه مرسی، اما جم میگه برگشتم تا کیف لوازممو بردارم. برام دوتایی راه میافتن در حالی که مردم با گوشی ها از بکسر شکارچی عکس و فیلم میگیرن. دخترها با ماشین راهو به سمت مقصد ادامه میدن و دیدن فلش گوشی مردم دوباره ویکتوریا رو به خاطره ای میبره. توی ماشینن و به دخترش میگه زیر صندلی قایم شو، انگار تازه همه چیز توی شهر به هم ریخته. به خرس سفیدم میبینه و به واقعیت میاد. سر جمع داد میزنه که دور بزن، توی محله خرس سفید یه مشکل بزرگ پیش میاد، اما نمیتونه توضیح بدهش رو. جمعم که باور نمیکنه بی توجه به راه ادامه میده. وقتی میرسن ویکتوریا خاطره دیگه ای از آتیش گرفتن چیزی توی جنگل به یاد میاره. وارد منطقه میشن و به سمت دستگاه پخش سیگنال میرن. یه اتاقی پر از وسیله است و جم میگه تنها راه تمام کردن قضیه سوزوندن همه چی تو اینجاست. بنزینی که آورده رو میریزه، اما قبل آتیش زدن دوتا شکارچی ماسک داره دیگه سر میرسن. اسلحه سمت دختر رو میگیرن و یکیشون با انداختن جم بهش حمله میکنه. ویکتوریا موفق میشه اسلحه اون یکی رو بگیره و همین که شلیک میکنه جای گلوله کلی کاغذ رنگی بیرون میریزه. شوکه شده و سردرگمه. یهو پشت سرش در مخفی باز میشه که صدها آدم مثل تماشاچی نشستن و دست میزنن. جم و دوتا شکارچی از جاشون بلند میشن و با لبخندی ویکتوریا رو میبندن به صندلی. در آخر هم رو به مردم تعظیم میکنن، انگار یه تئاتر تموم شده. ویکتوریا اصلا نمیفهمه جریان چیه و از طرف دیگه بکستر هم سر میرسه، سالمه و یه تیپ رسمی هم زده. صندلی ویکتوریا رو میچرخونه و جلوش چند تا تلویزیون روشن میشن. بهش میگه حتما خیلی دوست داری بفهمی جریان چیه. روی صفحه عکسای از ویکتوریا و مردی که فکر میکرد همسرش نشون داده میشه. بکستر میگه این مرد نامزدت بود، اسمش هم ایانه، کسی که تتو روی گردنش علامت همون سیگنال ها توی تلویزیون بود. اخباری پخش میشه که ویکتوریا و ایان تو اقدامی فوق العاده دردناک دختری به اسم جمایما میدوزن. خبر این اتفاق همه جا پیچیده، اما پلیس ها چیزی پیدا نکردن. تنها سرنخی که از این بچه به جا مونده عروسک مورد علاقشه، یعنی یه خرس سفید. بعد چند روز اونو میبرن توی جنگل و در حالی که توی کیسه خواب بستنش، دختر رو زنده زنده به آتیش میکشن. با شواهدی که میمونه پلیسا بالاخره ویکتوریا و ایان رو پیدا میکنن. تو گوشی زن فیلمی از این واقعه دردناک توی جنگله. ویکتوریاست که داره فیلم میگیره در حالی که ایان اون بلا رو سر دختر معصوم میاره. توی دادگاه هر دوشون محکوم میشن و حکمشون هم در آینده قرار مشخص شه، چیزی برابر با همین اتفاق ها. منتها ایان تو زندان کم میاره و خودش رو از تخت دار میزنه. برای همینم توجه همه روی حکم ویکتوریا میمونه. اینجا دیگه زن داره زجه میزنه چون همه چی رو یاد آورده. بکسر با عصبانیت میاد سمتش و میگه اشک تمساح نریز، توی قاتلی. مردم هم هو میکننش چون این زن توی کل کشور مورد نفرت هم است. بکسر میگه تو اون جنگل چرا گریه نکردی؟ چرا اون موقع جلوی ایان رو نگرفتی؟
با لبخند میگه چه حسی داره حالا؟ خودت داری عذاب میکشی و بقیه هم فقط ازت فیلم میگیرن، مثل جمایما، کاری که خودت با اون کردی. در آخر هم نگهبانای میان و این زن رو توی ماشین میذارن. بیرون این مکان همه جمع شدن و دارن فیلم میگیرن. در حال ویکتوریا با ماشین به ساختمونی برده میشه و همه دارن بهش آتو آشغال میندازن. به خونه میرسن و میبرنش داخل و اینجا همون مکان اول فیلمه، جایی که ویکتوریا به هوش اومد. باکسر میاد داخل و تلویزیون جلوش روشن میکنه. داروهای روی زمین میریزه و بعد التماس زن که میگه فقط بذارید بمیرم، جواب میده همیشه همین حرفو میزنیم. دستگاه روی سرش وصل میکنه. میگه نیم ساعت طول میکشه که همه خاطراتت پاکشن. تا اون موقع بهتر فیلمهایی که از جمایما گرفتی و تماشا کنی. زن فریاد میکشه و با روشن شدن دستگاه درد زیاد به سرش میاد. باکسر با آرامش میاد بیرون و روی تقویم روز دیگه ای رو علامت میزنه. مشخص نیست چند هفته یا چند ماه دارن همچین کاری رو باهاش انجام میدن. روز بعد میرسه. این بار از طرف دیگران این فیلمو میبینیم. پارک قضاوت خرس سفید باز میشه. مردمی که بلیت خریدن با خوشحالی میان داخل. جلسه توجیهی و باکسر همراه جمع و بازیگرهای دیگه به مردم خوش آمد میگن. باکسر توضیح میده اینجا میخوایم خوش بگذرونیم و وقتی که بلیتو خریدین قراره مثل تماشاچی باشید. جمع میگه که ویکتوریا فکر میکنه شما همتون تسخیر شدید. مردمم میخندن. باکسر میگه فقط به هیچ وجه نزدیکش نشید و حرفم نزنید. اینم میگن که برای امنیت شماها همه ما شوکر داریم و خیالتون راحت باشه، ازتون مراقبت میکنیم. برنامه جدید شروع میشه. مثل روز قبل ویکتوریا به هوش میاد. جمع و دوستش با بیسی متوجه میشن که برنامه شروع شده. باکسر هم با گذاشتن ماسکش آماده میشه که به سمت خونه ویکتوریا بره. از طرفی هم وسط جنگل یه سری از کارکنای این پارک تفریحی جمع شدن تا مثل همون روز قبلی اینجا رو یه صحنه وحشتناک کنن. ویکتوریا مثل هر روز به سمت طبقه پایین میره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. باید ازتون سوال بکنم، حتما توی کامنت ها جواب بدید. به نظر شما ویکتوریا حقش بود یا نه؟ داشت در حقش ظلم میشد؟ این خیلی سوال مهمیه و چیزی که تمام طرفدارهای بلک میرور در موردش بحث میکنن و سر این قسمت به دو بخش مخالف تقسیم میشن. یکی میگن حقشه، یه سری هم میگن نه حقش نبود، خیلی دارن بیش از حد در حدش زور میشه. برای درک این قضیه اول باید خب به این دقت بکنیم که کار ویکتوریا واقعا افتضاح بوده، خیلی کار دردناکی بوده و هر بلایی هم سرش بیاد میشه گفت حقشه، چون زندگی یه آدم معصوم رو توی خطر قرار داده و از بین بردتش. اما چیز مهمی که باید دقت کنیم اینه که هر روز این شخص یعنی ویکتوریا تمام خاطراتش پاک میشه. یعنی وقتی که این اتفاقا میافتن، این اتفاقا داره برای یه آدمی میفته که شبیه من و توه و هیچ کار اشتباهی انجام نداده. لحظه قضاوت و عدالت درست اجرا میشه که طرف به یاد بیاره همه چیو، بدونه که فلان اتفاق، بدونه که فلان لحظه‌ای که فلان چیزو داره میبینه به خاطر اعمال همون کاری که انجام داده، به خاطر اینه که سر یه آدم دیگه همچین بلایی رو آورده. و اون موقع هست که قضاوت درست اجرا میشه، میفهمه که حقشه واقعا. ولی وقتی هیچو به یاد نمیاره خودش به عنوان یه آدم معصوم میبینه، همونطوری که بقیه هم باید اینطوری بهش نگاه کنن، چون انگار هیچ کاری انجام نداده و خیلی اشتباه داره همه چیز پیش میره. این میره سراغ بحث اصلی این قسمت. همونطوری که میدونید بلک میرور تمام قسمتش در مورد تکنولوژیه. تو این قسمت هم میخواد بگه که مردم و سیستم های مختلف قضایی، سیستم های اجرایی، همشون انقدر درگیر دنیای مجازی، فیلم گرفتن از این و اون، اینستاگرام، یوتیوب، انقدر درگیر اینجور چیزها شدن که اصلا یادشون رفته قضاوتو چجوری باید درست اجرا بکنن. این فیلم هم حرفش همینه. هیچ کس در مورد خانواده اون بچه حرف نمیزنه. ما نمیدونیم کجان، چی شدن، چقدر دارن عذاب میکشن و چقدر حالشون بده، به خاطر اینکه اونا همچنان منتظرن یه عدالت درست اتفاق بیفته، یه بلایی درستی سر این زن بیاد و به اون کاری که انجام داده بالاخره بخواد تقاضاشو پس بده. اما همیشه باید منتظر بمونن، چون همچین چیزی برای سیستم قضایی تبدیل شده به یه بازی، به یه دونه پارک تفریحی و اصلا عبادت خودش رو از دست داده دیگه. قضاوت اجرا کردن نیست، برای پول در آوردنه، برای تفریح دیگرانه. مردم هم به جای اینکه بخوان از حق طرفداری بکنن تبدیل شدن به یه سری تماشاگر که فقط فیلم میگیرن و میذارن توی اینستاگرام و حالا اینترنتشون هر جایی که هستش، چیزی که تو دنیای امروز هم خیلی اتفاق میفته. یه اتفاق خیلی بد میفته، هر چیزی گیرن بر جونش رو از دست میده، یه جایی برابری اتفاق میفته، مردم به جای اینکه بخوان عملی علیهش انجام بدن تنها کارشون اینه که میاد توی اینترنت کامنت میذارن و پست درست میکنن و استوری میذارن. این میشه دفاعی که میخوان انجام بدن، این میشه جنگشون در زمینه هر چی که هست. این واقعا بلایی که تکنولوژی سر ما آورده و به جای اینکه دنبال یه کار عملی باشیم توی دنیای مجازی خودمون رو خلاصه کردیم. یه حقیقت خیلی دردناک ولی واقعی. حرف فیلم هم همونطور که گفتم همینه، میخواد بگه که عدالت درست دیگه اجرا نمیشه، چون همه درگیر تفریح و دنیای مجازی
بازی شدن. خیلی هم قشنگ به نمایش میذارتش و واقعا هم میاد شما رو به دو دسته تقسیم میکنه، همونطوری که توی فیلم مردم دو دسته شدن. دیگه همین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنید، توی کانال زاپاس جوین بشید، یه خورده دیگه هول برید کانال برسه به 7000 تایی. خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.